از دیرباز شنبه ها روی کانال یوتیوب هما سرشار. دوستان عزیز جام جم، درود بر شما. روز سه‌شنبه 11 سپتامبر سال 2001، ساعت 9 صبح به وقت شرق امریکا و 6 بامداد به وقت ما ساکنان غرب، آنچه روی صفحه تلویزیون خانه‌های بسیاری پخش شد، گردشی دردناک به تاریخ معاصر امریکا و جهان داد که ما همزمان با سایر جهانیان به طور زنده به تماشایان نشستیم. به محض آغاز حملات هوایی، شبکه‌های خبری با برقراری ارتباط‌های سریع و با مدد ماهواره‌ها این خبر را در سراسر جهان پخش کردند و سایر تلویزیون‌ها با دقایقی تأخیر برنامه‌های عادی خود را قطع کرده به پخش برنامه ویژه این دهشتناک‌ترین حمله هوایی به شهروندان عادی نیویورک و واشنگتن پرداختند. به دنبال آنها بسیاری از تلویزیون‌های محلی با وام گرفتن تصاویر CNN وارد معرکه شدند. رادیوها که همواره مهمترین منبع اطلاعاتی به هنگام بحران و جنگ هستند، به تلویزیون روی آوردند تا بخشی از اخبار آنها را از فرستنده خود پخش کنند. و چنین بود که برای اولین بار در تاریخ وسایل ارتباط جمعی، یک فاجعه در ابعادی باور نکردنی و تمام عیار در مقابل چشم مردم و روی صفحه‌های تلویزیونشان آغاز شد و جان گرفت. در جنگ جهانی دوم، رادیو و روزنامه و فیلم‌های مستند سینمایی وسیله‌های خبررسانی بودند. در جنگ ویتنام، تلویزیون به میدان آمده بود، ولی امکانات گزارش زنده از جبهه جنگ نبود و فیلم‌های خبری معمولاً با تأخیر و به صورت ضبط شده پخش می‌شد و به همین جهت جنگ در تلویزیون تلویزیون وار خوانده شد. و در جنگ خلیج فارس بین امریکا و متحدانش از یک سو و عراق از سوی دیگر، به حق جنگ تلویزیونی تلویزد وار یا جنگ اتاق نشیمن لیوینگ روم وار خوانده شد. و این بار حمله به آسمان خراش های مرکز تجارت جهانی و فرو ریختن آنها نخستین حمله تروریستی ماهواره‌ای شد، حمله ای که اولین جنگ قرن 21 نام گرفت. و همه ما جنگی علیه بشریت را به شهادت نشستیم و همراه با فرو ریختن قطعات بتن و آهن و شیشه به خاک و پرتاب بدنهای آتش گرفته در آسمان، تکه هایی از قلب هر یک از ما فرو ریخت و بخشی از وجودمان مرد. آسمان خورشید و روز و شب معنای دیگر یافت. چشمان ریز ما آینه هایی شدند که آنچه را در باور نمی گنجید برای همیشه روی دیوارهای خود حک کنند. مناظری که چون کابوس‌های دهشتناک تا ابدیت ما را رها نخواهند کرد. و در پیان جهان سوگوار شد و گستردگی ابعاد فاجعه از ظرفیت مغزهای کوچک و علیل ما فزونی گرفت. من نسبت به این رویداد احساسی دوگانه دارم. احساس نخست و برتر من به عنوان یک انسان، یک حس عاطفی و قلبی است که وجودم را از نفرت نسبت به تروریسم و کشتار لبریز میکند و بر بانیان آن در هر کجا و در هر زمان لعنت و نفرین میفرستم، چون هرگز نفهمیدم چگونه کشتار انسانهای بیگناه میتواند مسئله را حل کند. احساس دیگرم به عنوان یک خبرنگار این است که منطق و عقل حکم میکند در صورت بروز چنین فجایعی باید به وظیفه خبرنگاری عمل کرد و آن را گزارش کرد. ولی باور کنید، هیچ خبرنگاری گزارش فرو ریختن دیوار برلین و یک پارچه شدن دو آلمان را هم تراز و هم ارزش گزارش جنگ و یا حمله تروریستی نخواهد گذاشت. یک خبرنگار مسئول و یک انسان واقعی از آن گزارش احساس سرفرازی و از این گزارش احساس خشم و نفرت می کند. ولی چاره چیست؟ کشتار نباید روی دهد، ولی هرگاه به دلیل دیوانگی و جنون گروهی یا غرور و نخوت، جاه طلبی و زیاده خواهی رهبری آتش آن دامن مردمی را گرفت، باید درباره آن گفت و نوشت تا در تاریخ ثبت شود، شاید روزی مایه عبرت آیندگان گردد. البته شاید. سیمین بهبهانی، غزلسرای نامی معاصر، در یکی از غزلهای ناب خود که به هنگام جنگ ایران عراق سروده و گویی هر بیت آن برای فاجعه سه‌شنبه 11 سپتامبر سال 2001 است، از نوشتن و نوشتن و فراموش نکردن
چنین میگوید: بنویس 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 اسطوره پایداری، تاریخ ای فصل خونین زین روزگاران تاری. بنویس ایثار جان بود، قوقای پیر و جوان بود، فرزند و زن خانمان بود، از بیش و کم هر چه داری. بنویس قنداق نوزاد بر ریسمان تاب میخورد، با روز با هفته با ماه بر بام بی انتظاری. بنویس کستن جدا بود آن ترد آن شاخه آج، با دست بندش تلایی با ناخونش نگاری. بنویس کانجا عروسک چون صاحبش غرق خون بود، این چشمهایش پر از خاک وان شیشه هایش غباری. بنویس کانجا کبوتر پرواز را خوش نمی داشت، از بس که در اوج می تاخت رو این باز شکاری. بنویس کان گربه در چشم اندوه و وحشت به هم داشت، بیزار از جفت جویی بی بهر از پخت خواهی.